هجوم درد از حال رفتم. وقتی به هوش اومدم صدای گریه می اومد، صدای گریه، بعدم صداهای دیگه. سومین شبی بود که از شهادت پسرم مطلع شده بودم. برای مدت کوتاهی خوابیدم و تو خواب دیدم یه جوونی بالای سرم نشست، بعد دستی به صورتم کشید و گفت مادر من قاصدم، من شاهدم، از زندان اوین اومدم، برا تمام مادرها خبر آوردم، من پیرهن مشکی تمام بچه ها رو پوشیدم. ازش پرسیدم تو خبر داری این بچه ها رو گروه گروه برای اعدام میبرن؟ میدونی اونا چی میگفتن؟ اون گفت، ولی من یادم نموند. دوباره برام گفت. گفتم مادر جون من سواد ندارم. گفت مادر اونا آخرین وداع سید و شهدا رو خوندن. توی اون تابستون داغ و تبدار شیران شرزه‌ای بودن که به هیچ نام و نشانی در برابر دشخین ایستادن و فریاد زدن نه. اونها توی راهروهای مرگ، توی صفهای انتظار، زندگی رو تعریفی دوباره کردن. اونها با شوق و اشتیاق مرگ سرخ بر فراز چوبه های دار رو انتخاب کردن. سرخی خاک خاوران برافروختگی رخساره گلگون اونهاست. از دو تا زندان بزرگ ایران که 12,000 تا توش زندان جا میگرفت، فقط 283 نفر باقی مونده بودن. اون یک نسخشی بی سابقه در تاریخ بود. کسی میخواست بنا امکان کنه، کسی میخواست بنا مرگان کنه، من به گفتم نه، من به گفتم نه. ادامه اول صبح پشت بند 216 انجام می شد. از 3 نفری که ما تو بند فرعی 7 گوهردش بودیم، تنها 7 نفر زنده موندن. از مجموع 150 زندانی که از گوهردش قبل از قتل عام‌ها به ایران آوردن، 143 نفر اونها رو بازدن. بحث بودن یا نبودن، جبه به پای ایرانی آویزون می شود که زودتر خطر بشه. پیش روی من بود، از تیر ماه همه ملاقات رو قطع کرده بودن. قیمت سرخ حبیت نوستنتوی خبرانخواد بودن دستم تیران. یک کلام رفتن کلی بچه های فریشی که گوهردش بود که 26 نفر بودن، همه رو با هم ادام کنید. کسی میخواست بنا امکان کنه، کسی میخواست بنا جلادات توی شیراز به خانواده ها گفتن ما توی یه روز 860 نفر رو کشتیم. رئیس زندان گوهردشت وسط بند نعره می کشید این حکم حضرت امامه، هر کس سر موضوع باشه اعدامش می کنیم. من نموندم در مرگ، زندگی بودم من، پیش منکر وجودم. از بچه های مجاهدی که توی اون بند بودن چند تر از 10 نفر داره میدونم. مرگ رو مثل یه شمشی من گرفتم توی دست، دیدم از بالای دار ایمانم پشت دشمن و شکست. از نیدت خواهری که از کرمانشاه به گوهردش منتقل کرده بودن، اکثریتشون اعدام شدن. کسی میخواست منو مرگان کنه، من به گفتم نه، من به گفتم نه. 30,000 بار 30,000 بار من به او گفتم نه. و
در عصر حرص سیری ناپذیر خونخاری هیولای ولایت فقیه، آنگاه که خمینی تنوره میکشید و میگفت ما خلیفه میخواهیم که دست ببرد و حد بزند و رجم کند، و هم در زمانی که آن جلاد ملعون ابدی تاریخ نوشت در رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم اعدام سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است، پایداری آن قهرمانان به خاطر یک نام، آری به خاطر یک نام، به پاس ارزش یک کلمه، آنها برای پاسداری از کلمه مجاهد بردار رفتند. هر کس هویت خودش رو توی اون نام دید. اونهایی که توی دادگاه هویت خودشون رو مجاهد اعلام کردن قبل از اعدام شلاق هم خورن. هیئت مرگ فقط یه چیز می‌پرسید، آیا مجاهد حاضر دست از هویتش برداره؟ جلادا حتی از خاک قتل عام شده ها هم نمیخواستنشونی باقی بذارن، چه برسه به نام و سن و مزار. هر نام، هر شهید و هر مزار یه نفرین بزرگ بود روی پیشونی دجال. تو در نماز عشق چه خواندی که سالها بالای دار رفتی و این شهرگان پیر از مرده ات از مردت هنوز هرگیز می کند، هرگیز می کند. در این سالها تا تونستن شب و نیمه شب به این خاک بی پناه یورش بردن و اون رو زیر رو کردن، اون رو زیر رو کردن تا آثارش رو محو کنن، سنگ ها رو شکستن، نهال ها رو از ریشه در آوردن، راه های ورودی رو بستن، دیدار کنندگان رو گرفتن و به زنجیر و زندان کشیدن تا نام این قطعه از خاک رو به فراموشخانه تاریخ بیندازن. بعد از ظهر یکی از پنجشنبه های شهریور 72 بود، برای اولین بار همراه عموم، دختر عموم و خواهرم به گلزار خبران رفته بودم. سال روز شهادت پسر عموم بود. به محض ورود صدای گریه و فریادهای دختر عموم بلند شد. تازه فهمیدم داستان چیه. قبلا خانواده ها روی سنگ ها رو تزیین کرده بودند و قبرها رو شکل داده بودند. بعضی از اونام اکثر شهیدانشون روی سنگ ها گذاشته بودند. بعضی هم اطراف سنگ ها رو تزیین کرده بودند. اما حالا دیدیم همه چیز با خاک یکسان شده بود. عموم با قدم شمار مزار عزیزش رو پیدا کرد. 160 قدم در طول به عنوان ردیف 80 برداشت و 23 قدم در عرض به عنوان قبر شماره 23. بعد هم همونجا نشست. شبی استاده بود به انکار 67 در انتهای مشرق خونبار 67. خورشید بارهای زمینی نمودند تا زنده است آتش تبدار 67. باید سکوت سنگی 30 ساله را شکست با همتی ستوک سزاوار 67.
وداع عاشقانه کبوتران 67 دوباره میبرد مرا به بیکران 67 به خون نشسته پشت هر هزار توی فاجعه تن هزار پاره دلاوران 67 این ارمان خون در